اشرف غنی برای بار دوم از مناظره با عبدالله خودداری کرد و عبدالله با حکمتیار مناظره خواهد کرد. به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از کانال اسمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. ابو مسلم شیرزاد روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: پس ها مناظره آریانا، غنی به مناظره طلوع حاضر نمی شود. فردا شب عبدالله و حکمتیار در طلوع نیوز خواهند بود. این در حال است که عبداللطیف فطرام روی فیسبوکش چند روز قبل نوشت: امروز شنبه 30 سنبله 1398 متصدی برنامه های سیاسی تلویزیون آریانا نیوز با ستاد انتخاباتی عبداللطیف فطرام تماس گرفتند که آقای لطیف فطرام و آقای حکمتیار در یک مناظره تلویزیونی به گردانندگی جناب آقای نصیر فیاض در تلویزیون آریانا نیوز حضور به هم رسانند. لطیف فطرام برای این مناظره اظهار آمادگی کرد و گفت اگر جناب آقای حکمتیار مایل باشند مانعی از طرف من وجود ندارد. اما بعد از تماس دوباره با متصدی تلویزیون آریانا نیوز دریافتیم که دفتر سیاسی جناب حکمتیار به این مناظره پاسخ رد دادند. ستاد انتخاباتی عبداللطیف فطرام رئیس تیم آزادی، عدالت و امنیت. این در حال است که همسر فرامرز تمنا همسر اشرف غنی را به مناظره می طلبد. مناظره دو زن، دو نسل، دو روایت. به نام خداوند کیهان آفرین، خداوند ذلت و منزلت، پروردگاری که تاریکی ظلمت را با ظهور فروغ دانش در پسکوهای آهنین نگونسار می دارد. بانور الله غنی همسر دکتر محمد اشرف غنی، کاندیدای ریاست جمهوری کشور را تندرست می خواهم. می دانم که شاید در این روزها و در کنار همسرتان درگیر کمپاین های انتخاباتی باشید. شکی وجود ندارد که در این کشمکش های انتخاباتی روح و تن جفت هم گهگاه ملالت های تومان، حس ناامیدی و نگرانی را تجربه می کنید. به جرات می توانم بگویم کسی بیشتر از من حال این روز شما را درک کردن نخواهد تانست. در این روزها که روزهای سرنوشت ساز برای مردم افغانستان به ویژه زنان این مرز و بوم است، شک ندارم که در مبارزات انتخاباتی برنامه محور گروه زنان از مخاطبان اصلی این روندند. گروهی که بیشتر از هر قشر دیگری در پی یافتن جایگاه و آینده خودشان در برنامه های کاندیدان هستند. می دانید که در افغانستان جدید روایت زنان روایت پیشین نیست. زنان افغان اکنون به میزان از بیداری و حتی رهایی شعوری رسیدند که توانایی تفکیک گروه های برنامه محور و شعار محور را از هم دارند. در این میان بیدرنگ برنده واقعی انتخابات افغانستان البته در میان زنان تکت خواهد بود که مرز میان شعار تا عمل را در نور دیده و جلوه های عینی حضور زنان را در سیاست و اجتماع به معنای واقعی کلمه عملی کرده باشد. با آنکه شما نیز به عنوان یک بانوی غیر افغان و همسرتان در این فرایند همت گماریدید، باید یادآور شوم که من و همسرم دکتر فرامرز تمنا بعد از 100 سال اولین زوج افغان هستیم که رسما در کنار هم به زدودن گرد سنت های ناپسندیده از حق واقعی زنان و مردمان این سرزمین همت گماشته ایم. هرچند افغانی الاصل نیستید و دوران کوتاه از عمر خود را در کشور من سپری کرده اید، اما احتمالاً از زندگی با یک مرد افغان کمابیش با سنت های افغانی آشنا هستید و می دانید که برای یک زن افغان مبارزه این چونینی، یعنی شکستن قلف های آهنین و زنگ زده تاریخی، نسبت به هر مشقت دیگر طاقت فرساست. خانم غنی، هرچند تفاوت سنی من و شما دقیقاً 44 سال است، ولی از آنجایی که بنده در هر جنگ های داخلی کابل و راکت پراگنی های آن زمان تولد شدم، در میان دود و آتش، فقر و ناداری قدم زدم
و در رژیم طالبان با پوچک های مرمی با همسنان خود بازی کردم و در میان انتحار انفجار 18 سال گذشته درس خواندم و بالاخره وظیفه گرفتم. به صراحت میگویم که مانند هر دختر این سرزمین برابر 44 سال درد و زجر مردم کشورم را تجربه کردم و میدانم که زن و مرد بودن افغان چه قیمتی دارد. این که هر ساعت به خاطر این که در جغرافیای مقدس و دوست داشتنی به نام افغانستان زاده شده ای و زندگی میکنی به جان هزینه بدهی قیمت گزافه است. در روزگاری که تقدیر و تدبیر دست به دست هم داده و همسرم به دریای پرتلاطم سیاست کشور وارد شده و آهنگ خدمت به مردم زجر کشیده را کرده است، کنار همسرم به عنوان زنی که درد زن افغانان را از کودکی در وجود مادر، خاله، عمه و سایر زنان کشورم و در حاشیه بازی های کودکانم تماشاگر بودم و در نوجوانی خود با ملال های قسم خورده زمان درگیر بودم، استادم اینک من به عنوان دختر بلند شده از میان دود و آتش، شلاق و سنگسار، آشنا با طمع فقر و ناداری افغانستان، دارای ریشه در افغانستان، غیر مهاجر، آشنا با درد زن افغانستان و دستاوردهای افغانستان مدرن و زن جوان با نیرو و دارای دیدگاه دراز مدت برای زنان سرزمینم، شما را که زاده خارج، درس خوانده خارج و فعلا بانوی حول هستید، با کمال حرمت در یکی از تلویزیون های پربیننده به مناظره فرا می خوانم. بگذارید زنان و همه مردم افغانستان به صورت واضح برنامه های اردوی ما را که نمایندگان دو نسل و دو روایت هستیم را به نقد بگیرند. هرچند همسرم دکتر فرامرز تمنا که استاد پوهنتون و دیپلمات افغانستان است، نیز دوبار از همسرتان دکتر محمد اشرف غنی دعوت کرد تا در مناظره با هم زانو بزنند و هر یک برنامه هایشان را برای آینده نسل های این سرزمین ارائه کنند. اما هنوز که هنوز از جانب شما خاموشی اختیار کردند. امیدوارم شما نیز سکوت اختیار نکنید و با حضور در مناظره با بنده فرصت محک زدن برنامه ها در هر دو تیم درباره زنان را برای مردم بدهید و هر دو با برنامه محوری و متمدنانه سیاست افغانستان را از روزمرگی و استادگی در گذشته برهانیم. موضوعات پیشنهادی برای مناظره برنامه های اردو تیم در عرصه های زیر خواهد بود: 1. زنان و سیاست در افغانستان، زنان و اقتصاد در افغانستان، زنان و فرهنگ در افغانستان، زنان و صحت در افغانستان. با احترام، آرزو نورستانی، استاد دانشگاه و همسر دکتر فرامرز تمنا. این در حالی است که اسدالله سعادتی، معاون دوم تکت انتخاباتی دکتر عبدالله عبدالله، سرور دانش، معاون دوم تکت انتخاباتی دولت ساز را به مناظره تلویزیونی دعوت می کند. مطلبی که روی صفحه فیسبوک بشیر احمد خاصانی پست شده است. تشکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر، بدرود.